آدم هایی که میگه زیر بارون هستن دو دستن، یه دسته اون آدم هایی هستن که خیس میشن، یه دسته هم اون آدم هایی هستن که بارون رو احساس میکنن. چه زیبا گفته مولانا، نه گذشته ای هست نه آینده ای، نه به گذشته نگاه کن و غمگین شو، نه به آینده تمرکز کرده و مضطرب. در لحظه ای که داخلش هستی و آنی که می گذرد را زندگی کن، چون فقط در همین لحظه هستی و زنده ای. بعد یه داستانی رو اینجا توی داخل کتاب صحبت میکنه، میگه که آدم هایی که سلام علیکم، آدم هایی که زیر بارون هستن دو دستن. آدم هایی که میگه زیر بارون هستن دو دستن، یه دسته اون آدم هایی هستن که خیس میشن، یه دسته هم اون آدم هایی هستن که بارون رو احساس میکنن. واقعا اینطوریه. یعنی حالا این به چی ربط داره، درکش به چه موضوعی هستش، یا چه مسئله ای رو میخواد بگه، به نظر من بیش از اونی که کارا اوکی بشه، به نظر من بیش از اونی که در مورد کم و کیف خود خیس شدنه صحبت بکنیم و این مثاله، در مورد درک موضوعات هستش. یعنی درک موضوعاتی که دوروبرمون رخ میده هستش. اگه باران موضوعات باشه، این اتفاقات باشه، بدی و خوبی ها باشه، آدم های داخل مسیر باشه، آدم هایی باشه که ما ملاقاتشون میکنیم، آدم هایی باشه که جلوی پای ما سبز میشن، کدوماشون ما میگذریم، از روشون میپریم، دورشون میزنیم، تو کدوماشون اجازه میدیم که آنچه که مقرر هست اتفاق بیفته و حالشو ببریم، حالا چه خوب یا چه بد. نهایتش گفتیم آخرش باید سرت رو بذاری روی شونه خودت، چون تو زمانی شروع میشی که همه تموم میشن. میگه که دسته دوم باران را احساس میکنن، در لحظه ماندن و در لحظه زندگی کردن را. بیشتر طعم لحظه را به شما میچشاند که همان طعم زندگی است. و برمیگرده میگه که در همه حالت هم که میبینی درگیری ذهنی بیهوده دارن و فقط در حال فکر کردن و رفتن با موبایلاشون هستن، یا در گذاشتند که اگه میتونستیم چی میشد، یا در آیندند یا که چه خواهد شد. در ادامه این رو میگه که متاسفانه وقتی که در لحظه نیستی، یعنی اجازه میدی که ذهن کنترل رو در لحظه در دست داشته باشه، درگیری ذهنی بیهوده هستش که تو رو توی زندگی کلافه میکنه. فکر میکنیم که میتونیم از این درگیری ذهنی، از این نشخوار ذهنی استفاده ای ببریم.